یکی دو سه جلسه باید پرایوتلی بشینن با هم صحبت کنند. اون تلویزیون نم حزب مشروطه آقای سکویی شما بهشون فوش میدید میگید خائنن، ما با اونا همکاری نمیتونیم. اون یکی بگه آقای مشیری آقای سکویی شما نمیدونم بهش چی گفتی چی. نمیشه با ما، چهار تا اسپانسر داریم. این اینایی که آگهی دارن میگن آقای سکویی شما صحبت از براندازی میکنید، تندید به آخوند حمله میکنید، ما هم از اون بر مواد اولیه میاریم، نمیدونم انگور میاریم، سرکه میاریم، مواد غذایی میاریم، نمیتونیم به شما آگهی بدیم. این بازی ها رو باید کنار گذاشت. ما در مرحله اول رسانه هستیم، کارمون آگاهی دادن، کارمون سیاسی حزب و این گونه مسائل نیست. در کنار این سه رسانه، اگر کاسب نیستید، اگر مزدور نیستید، اگر وابسته نیستید، اگر تعهد به حکومت اسلامی ندارید، اگر در گذشته به یک طریقی در چاه حکومت اسلامی نیفتادید، اگر چیزی نگرفتید، اگر مستقلید، اگر میتوانید مثل منده اینجوری صحبت کنید، بیایید در کنار هم بشینیم، یک تز واحد رو پیش ببریم. فکر میکنید ما هستیم خوبه، واقعا مؤثره، بیایید به ما ثابت بکنید که این ایمیل، این چی چیه، این داره چی میشه، این چی میشه. ستایی دستای همدیگر رو بگیریم، اگر ببینیم عقاب داره خوب پیش میده، اگر طرح مشترکی رو میتونیم بریزیم بشینیم انجامش بدیم. و الا کاسبیه، و الا شماها به فکر کاسبی هستید، بقیهش سیابازی، گول زدنه و تحت تاثیر یا سردار سپاهی یا اسپانسراتون است. من این قدم رو پیش میگذارم، از آقای شجره، از آقای شهرام همایون دعوت میکنم بریم در یک رستورانی در یک جایی بنشینیم، سه نفری دو ساعت سه ساعت صحبت کنیم و نتیجه صحبتمون رو سه نفری جلوی دوربین هر تلویزیونی کانال یک پارس اینجا بشینیم و با مردم در میون بگذاریم. من این احترام رو برای مردم قائل هستم، چون من با مردم هستم، من ختم مردمی، ماد رسانه ملی مردمی هستم. این از این مسئله. پس آقای شهرمایی نگید دشمنان نمی با ما هستیم، چرا نه، ما هستیم، باید بیایم بشینیم با هم صحبت بکنیم. ما برای چی هستیم؟ هدف از ما هستیم چیست؟ فکر نمی کنید اگر دو تا رسانه دیگه بیایم و بخوایم یه پروژه ای رو در راه براندازی رژیم پیش ببریم، به جای اینکه به هم حمله بکنیم، عیب و ایرادم بگیریم، اگر رژیم اسلامی و دستگاه های اطلاعاتیش و سپاهش اینام تو اون کار دست داشته باشه، ما میتونیم از همینی که پیش رفته سوء استفاده کنیم و به نفع مردم ایران پیش ببریم. دیگه به چه زبونی باهاتون صحبت کنیم؟ آیا ما میتوانیم ما سه رسانه یک کاسه بشیم، تلویزیون های خودمون رو داشته باشیم، صحبت های خودمون رو بکنیم، ولی یک کار واحد برای مردم پیش ببریم، خرج رسانه کانال یک رو، کانال پارس و اینا رو مردم بدن، بدون اینکه واسطه ها و اسپانسر ها و دست های مرئی و نامرئی حکومت اسلامی روشون باشه؟ به چه زبونی دیگه؟ و بعد برای پیش برده یک حرکت کلی و نهایی، ما یک فرکسیون، یک تشکیلات سیاسی لازم داریم که این تشکیلات سیاسی و این سه تلویزیون سیاسی توامن با هم حرکت کنن، یعنی سیاسیون برنامه بدن، رسانه ها پیادش بکن. در غیر این صورت هزار دوز و کلک توش خاطیه. تشکیلات سیاسی که پاک باشه، درست باشه، سابقه سیاسی بد نداشته باشه، اشتباهات دهشتناک نداشته باشه، دنبال خاتمی و خاتمیچی و پیروان خط امام و تحکیم وحدتی و اینوری و اونوری و این بازی ها و بزرگ کردن و تودهی و عکس، نه، براندازی رژیم اسلامی در کلیتش و در زمان. آقای شهرام همایون، چرا شما میگید ما خواهان براندازی و سرنگونی نیستیم؟ مگر شریک شما سردار سپاه شما نمیگه ما براندازی سرنگونی، ما میخوایم یه سری علف های هرزه رو پاک کنیم؟ علف های هرزه کی هم؟ بیه توضیح بدید. دی
میاد آقای بگزاده بشینه از جنایات حاج مرتضی رضایی صحبت کنه؟ میاد آقای بگزاده بشینه یک سردار سپاه از جنایات سردارانی که امروز مثل نجار، مثل رضایی، مثل نمیدونم شمخانی و دیگران بشینه با مردم صحبت کنه؟ مگه نه اینکه با ماست، مگه نه اینکه اومده بیرون، مگه نه اینکه داره با رژیم میجنگه؟ آقای همایون به چه زبونی باهاتون صحبت کنم؟ من شما رو دوست دارم، من میدونم تو یه آدم بچه زرنگ تیز وطن پرستم هستی، ولی در عین حال کاسبی هم بری میکنی. آیا میتوانی کاسبی رو در حدی بکنی که وطن پرستی بهش بچربه؟ من مخلصتم هستم. من میدونم شجره نه سیاسیه، نه از سیاست چیزی میدونه، نه هیچی، 99% فکر و ذکرش اینه که پول در بیاره. ولی ایشون هم بیاد بشینه، بشینیم سه تا تلویزیون ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. مدیر تلویزیونی که اسیر برنامه سازش باشه، به ساز برنامه ساز و اسپانسرش برقصه، اون مدیر تلویزیون 2000 نمیارزه. اون مدیر تلویزیون به نحوی از آنها افسار حکومت اسلامی رو گردنشه. آقای بهبودی بیاد بهش پول بده، به فخرآورش برنامه میده. آقای ایکسش بیاد بده به خانم نادره افشاری، به اونش بیاد بده، به اون میده. یه ویترین، یه سواب مید، هر دکش به یک نفر. ولی وقتی یک سیاست مشخصی در این اوضاع احوال بحرانی سه تا رسانه وایسان گردن کلوف با هم اتخاذ بکنن، اسپانسرها، خب آقای شجری راست میگه، میگه میرن دیگه. اگه قرار بشه اینا نشینن به شاه فوش بدن، اگه قرار بشه اینا نشینن به 28 مرداد بپردازن، اگه قرار بشه ما الان این 80-20 مون به هم بخوره، خب مگه مریضن اونا بیان 70-80 هزار دلار به من پول بدن؟ من کاسبیم بس چی میشه؟ راست شما مردم باید جوابی براش پیدا کنید دیگه. میاد آقای بگزاده بشینه با من 2 ساعت بشینیم جلو دوربین صحبت کنیم؟ اگه ککی تو تنتون نیست، اگه واقعا این ما هستیم یه پروژه‌ای که همه باید دنبالش رو بگیریم، آقای همایون بشینیم با هم صحبت کنیم، 2 ساعت بشینیم با هم تو پرایوت صحبت کنیم، بعدم بشینیم جلو مردم صحبت کنیم. مردم دیگه چیکار بکنیم دیگه؟ نگید چرا سکویی به اون حمله میکنه، به اون حمله میکنه. دارم تمام شرایط رو پوست کنده بهتون میگم دیگه، دارم اوضاع احوال سازمان های سیاسیمون و احزابمون و گروه هامون رو میگم. ما تا کی باید خطاهای گذشتمون رو ماله بکشیم روش و باز بریم گول همونا رو بخوریم؟ بیاد حزب مشروطه بگه ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، 2 دوره از خاتمی حمایت کردیم. نمیتونه بکنه، چون رئیس کلشون، بزرگشون، همه کارشون، داریوش همایونشون داره یه کارهای دیگه میکنه. بعضی ها اینقدر بقیه هم میگن نما کی کردیم، هست فیلم و صداتون هست، فیلمتون هست، تشکیلاتتون هست. من فیلم دارم از داریوش و همایون تو المپیک کالکشن، اون بالا صحبت میکرد میگفت خاتمی رو باید حمایت کنیم، از تو بیاد این رژیم رو به هم بریزه. یعنی این روشن فکر ما، ابر اندیشمنده ما، واقعا نمیدونست خاتمی تافته جدا بافته از اونای دیگه نیست؟ پس چه روشن فکریه، چه اندیشمندیه، چه مفسریه، چه تحلیلگریه، چه ژورنالیستیه، چه وزیریه؟ کسی که 30 سال در خارج از کشور داره کار سیاسی میکنه، در اونور وزیر بوده، اکسپریانس و تجربه کار کردن برای CIA، برای براندازی رژیم رو داشته، بعد از 29 سال میاد میگه برید تو خط بایستید، رأی سفید بدید. اگر ایراد بگیریم باید از ما دلخور بشن، بگن دکتراتو از کجا آوردی؟ ای دکترای من بخوره تو سر شما پلاسیده هایی که هزار جور خیانت فک و فامیلتون به ما کردن، همش هم وطن پرستی بوده، همش هم مانارکیست.